گزارش سازمان عفو بین‌الملل درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران میگوید جمهوری اسلامی در یک جنایت دنباله‌دار نه تنها زندانیان سیاسی را با یک روند فراغذایی کشته، بلکه هنوز از دادن اطلاعات دقیق درباره شیوه و محل دفن قربانیان به بازماندگانشان سرباز می‌زند. چرا این گزارش مهم است؟ سلام بر شما و خوش آمدید به صفحه دو. در تابستان 67 جمهوری اسلامی ایران در ماه‌های پایانی یک جنگ 8 ساله با همسایه‌اش تصمیم گرفت با مخالفان داخلی‌اش هم تصفیه حساب کند. در این روند شمار قابل توجهی از زندانیان سیاسی که سال‌ها در زندان بودند با فتوای آیت الله خمینی اعدام شدند. به خاطر سانسور شدید موجود در رسانه‌های وقت، مردمی که در سایه جنگ و عواقب آن هم بودند بسیار کم درباره این موضوع شنیدند تا سال‌ها بعد. در دهه گذشته اطلاعات درباره این اعدام‌ها بیشتر و بیشتر شده و حالا سازمان عفو بین‌الملل گزارشی منتشر کرده که یک مجموعه 200 صفحه‌ای است درباره شیوه اعدام‌ها، شمار قربانیان و همینطور آنچه در طی و پی این کشتار در فضای سیاسی ایران اتفاق افتاد. بر اساس این گزارش دست کم 5000 نفر در این اعدام‌ها در تابستان سال 67 کشته شدند. بسیاری از آنها زندانیان مجاهدین خلق بودند، اما سیاسیون چپ و فعالان کرد هم در میان آنها بود. در این برنامه درباره این گزارش سازمان عفو بین‌الملل صحبت می‌کنیم و اهمیت آن. دو میهمان داریم. رویا برومند، فعال حقوق بشر و مدیر بنیاد برومند از واشنگتن با ماست. از تورنتو جعفر بهکیش از خانواده قربانیان اعدام‌های دهه 60 که سال‌هاست روی اعدام شدگانی که بدون نام و نشان در خاوران دفن شدن کار کردن. خوش آمد میگم به هر دو مهمان برنامه. خانم برومند، از شما شروع می‌کنم. ممکن هست به ما در مورد اهمیت این گزارش بیشتر بگید و اینکه چه چیزهای جدیدی در گزارش سازمان عفو بین‌الملل دیدید؟ ببینید، این گزارش چند اهمیت داره. به هر حال یک سازمان بین المللی ما تا حالا نداشتیم که یک چنین تمرکزی بکنه روی یک موضوع به این مهمی و در ارتباط با اتفاقاتی که در گذشته افتاده. و خب طبیعتا جامعه بین المللی توجهش بیشتر جلب میشه به یک کشتار و یک جنایت علیه بشریت که تا به حال دولت ایران برای قربانیان اون هیچ کاری نکرده. بنابراین مهمتر از این که چیز جدیدی باشه یا نه، این هست که یک سازمان بین‌المللی تقبل کرده و اون هم یکی از دلایل مهمش اون پخش اون نوار صداها بود پارسال که به هر حال یک ثابت کرد که باز یک دلیل دیگه‌ای بود که این اتفاق افتاده. البته عفو بین الملل در گزارشش راجع به ناپدید شدن قهری این افراد صحبت میکنه که یک جنایت ادامه دار هست و خب این اجازه میده که تلاش بکنن برای اینکه از نظر بین المللی پیگیری بکنن و یک کمیسیون حقیقت یا یک کمیسیونی برای تحقیق ایجاد بشه از نظر بین المللی، که البته اون بستگی به اراده سیاسی کشورها داره که احتمالش خیلی زیاد نیست به نظر من در حال حاضر. ولی خب نمیشه گفت که این گزارش چیز جدیدی نداره. به هر حال هر گزارشی یک سری اطلاعات جدید، یک سری قربانی‌های جدید مصاحبه میکنن و راجبشون صحبت میکنن و این جمع این گزارش ها و جمع این تلاش ها هست که از تلاش اصلی رو قربانیان و خانواده های اونا کردن و کسانی که شاهد این جنایات بودن که شروع کردن که بدون اون نه بنیاد برومند، نه عفو بین الملل، نه کس دیگری میتونست، نه سازمان ملل میتونست هیچ وقت راجع به این گزاره، راجع به این اتفاق صحبت کنه. بنابراین جمع اینها مهم هست برای اینکه ما یک مسئله ناتمام اینجا داریم و ناتمام از این نظر که دولت‌های پی در پی در ایران هیچ تلاشی نکردن برای اینکه این مسئله رو حل کنن
و حقیقت گفته بشه و عاملین و عاملین این جنایت تنبیه مجازات بشن. و نه تنها این، بلکه گزارش عفو بین الملل هم همین رو تاکید میکنه و گزارش ما هم همینطور. و این یک نشان خیلی بدیه از برخورد مسئولان جمهوری اسلامی با جنایاتی که قبل از خودشون شده یا به هر حال دوستان خودشون انجام دادن. صحیح. ما حالا به این که چه کسانی میدونستن و در چه حدی و چه کردن صحبت خواهیم کرد در مورد مقامات میگم. اما آقای بهکی، شما همون از اعضای خانواده هایی هستید که خانم برومند بهشون اشاره کردن، کسانی که در واقع این ماجرا رو زنده نگه داشتن در سالهایی که سکوت بود در موردش. همونطور که اشاره کردم، به خاطر سانسور شدید در سالهای اولیه بسیاری از مردم در غفلت کامل حتی قرار گرفتن در مورد اون اتفاقی که در زندانهای ایران افتاد. ممکن شما بگید که نظر شما در مورد این گزارش چیه و آیا به سوالاتی که شما فکر می‌کردید وجود داره تونسته پاسخ بده این گزارش؟ سلام می‌کنم خدمت شما برومن. ببینید، گزارش عفو بین الملل، خب همونطور که خانم برومند گفتن، به دلیلی که معتبرترین سازمان نهاد ناظر به حقوق بشر در نهاد غیر دولتی این گزارش رو منتشر کرده، داره اهمیت هستش. ولی که این گزارش در ادامه همه تلاش هایی بوده که تا الان شده، یعنی ما یک سلسله تلاش هایی داشتیم که در طول این زمان اتفاق و در طول این 30 چند سالی که از خرداد 60 میگذره و این جنایت به صورت جنایت سازمانی یافته و گسترده تو ایران شروع شده، این تلاش ها ادامه داشته و گزارش بین الملل ادامه اونها هستش. از یک جنبه شما میتونید بگید که هیچ جنبه جدیدی در این گزارش نیستش، ولی در واقع هم اون چیزی که هست اینه که ما هر قدم که جلو گذاشتیم، این گزارش ها، این درک ما از جنایتی که اتفاق افتاده دقیق تر شده و ما جنبه های جدیدتری از این جنایت رو تونستیم کشف کنیم. یکی از به نظرم مهمترین جنبه هایی که این گزارش داشته این بوده که برای اولین بار اعضای سازمان مجاهدین که در اون کشتار یا از بستگانشون یا خودشون در اون کشتار، بستگان کسانی که قربانی شدند یا خودشون جان به در برده اون کشتار بودن، مصاحبه کردند. و این خب یک اطلاعات جدیدی، یک روزنه جدیدی رو برای ما باز میتونه بکنه. ممکنه یه مقدار بیشتر توضیح بدید دقیقاً به چه جنبه پرداختن؟ بسیاری میگن که جمهوری اسلامی در اون سال پایانی جنگ بعد از در واقع عملیات فروغ جاویدان یا اونطور که در ایران اسمش گذاشتن مرساد، بعد از فتوای آیت الله خمینی تصمیم گرفت که با مجاهدین تصفیه حساب بکنه. آیا این اونجا که اینها در این گزارش به دست آوردن این رو تایید میکنه یا نه؟ ببینید، بله، ببینید، دقیقاً به حساب نقطه‌ای که گزارش هم ذکر کرده، مسئله فتوا یا فرمانی هستش که خمینی صادر میکنه و در این فرمان در واقع هم دستور میده که زندانیان سیاسی دستبندی بشن بر اساس معیارهایی که تعیین میکنه، بدون اینکه محاکمه‌ای در کار باشه. بر اساس اون معیارها زندانیان دستگیر میشن و اون کسانی که قربار شدن تمامشون قتل عام میشن. یعنی یک این حادثه رو گزارش هم به طور دقیق به این مربوط میکنه که این فرمان صادر شده. این فرمان خب همزمان هستش با در واقع هم شکست عملیات فروغ جاویدان یا عملیات مرساد، حالا روایت کدوم طرف رو ما بخوایم بگیم. و به نظر میرسه که در 6 مرداد 67 صادر شده. پس یعنی این کاملا به یک ترتیبی همزمان هست با اون حمله ای که مجاهدین انجام دادن. ولی کن آیت الله منتظری توی خاطرات خودشون و توی نواری که هستش به این مسئله اشاره میکنن که احمد آقا و اطلاعات، وزارت اطلاعات از سالها قبل
دلشون میخواسته که شر زندانیان سیاسی رو از سرشون باز بکنن و فکر میکنم که این فقط به اینها هم ختم نمیشه. اگه ما رابطه نزدیکی که احمد خمینی با هاشمی رفسنجانی داشته، حتما هاشمی رفسنجانی هم در این نقشه به عنوان یکی از مهمترین معمارهای سرکوب و دولت جمهوری اسلامی حتما تو این مسئله مشارکت داشته و دلش میخواسته که این اتفاق بیفته. به همین دلیل منظورم این است که این خواسته وجود داشته در جمهوری اسلامی، ولیکن با فرمان خمینی آغاز میشه و شاید بیشتر از 5 هفته هم طول نمیشه. اگه 6 مرداد رو در نظر بگیریم، 11 و 12 شهریور این کشتار چپ‌ها در اوین و گوهردش پایان پیدا میکنه، یعنی در حدود 5 هفته حدود 4000 نفر یا به اساس اون چیزی که امنستی عفو بین الملل گفته 5000 نفر کشته میشه. راجع به همین که کدوم یکی از مقامات در چه سطحی میدونستن خیلی صحبت شده، به خصوص الان در این مقطع خیلی در مورد میرحسین موسوی صحبت میشه که نخست وزیر وقت بوده و اون موقع الان در حبس خانگی هست و بعد از اون سالها هم خیلی روشن در مورد این موضوع صحبت نکرده. خانم برومند، فکر میکنید که آیا میشه تصویر روشنی داشت که کدوم یکی از مقامات، الان اشاره کردن آقای بهکیش به بعضی از اسمها، کدوم یکی از مقامات در چه سطحی احتمالاً مطلع بودند و چرا خیلی سعی کردند که از کنار این موضوع با سکوت بگذرند حتی در دهه های بعدی؟ ببینید، من قبل از اینکه به این برسم برگردم به این تفکیک زندانیان که آقای بهکیش اشاره کردن. این تفکیک مدت‌ها قبل از، یعنی مدتی قبل از اون مرداد ماه شروع شده بود و زندانیان طبق این که چقدر سر موزه هستن از هم جدا شده بودن و در اون موقع زندانیان فکر می‌کردن که این در ارتباط با عفو، یعنی خیلی از زندانیان فکر میکردن که این جدا شدن ها به خاطر اینه که قرار عفو بکنن و خب صحبت عفو هم بود، یک کمیسیون عفو هم بود و واقعیت این بود که آخر جنگ جمهوری اسلامی با این موضوع روبرو شده بود که بهانه جنگ و بستن و ایزوله کردن کشور رو دیگر ندارن و با باز شدن کشور خبرنگارها، سازمان ملل، بیزنس ها، کشورها همینجور رفت آمد زیاد خواهد شد و امکان این که چندین هزار نفر در زندان ها زندانی های سیاسی که بچه بودن خیلی هاشون وقتی گرفتنشون خیلی خوب نیست برای تصویر ایران، تصویرش در دنیای خارج. بنابراین باید با این زندانی ها یک کاری میکردن، ولی اینی که حتما میخواستن اینها رو بکشن یا نه، 100% یک عده این تصمیم رو داشتن، ولی اینی که این تصمیم اجرا می شد یا نه اون رو هیچ کس نمی تونه بگه. یعنی به هر حال این حمله فروغ جاویدان یک دلیلی داد که این اتفاق بیفته. حالا آیا می افتاد یا نه دیگه هیچ کس، و اینکه چه کسایی می دونستن، به هر حال چیزی که واضحه اینه که وقتی که چند هفته ارتباطات با تمام زندانیان قطع میشه در سراسر کشور و وقتی که ما میدونیم که این زندانیان به هر حال از همون خانواده هایی هستن که یه تعداد زیادشون هم طرفدار آیت الله خمینی و دولت های سرکار هستن، بنابراین به نظر من امکان این که مسئولان نفهمن که ارتباطات با زندان ها قطع شده و یه اتفاقایی داره میفته تو زندان ها خیلی خیلی کمه. اینی که بتونن جلوشو بگیرن یا نه اون مسئله جداییه. منتها خب اون موقع اگر اشتباه نکنم آقای رفسنجانی حتی مسئول کل قوا بودن، یعنی فرمانده کل قوا بودن، جانشین آقای فرمانده کل قوا بودن و به خاطر اینی که از سپاه استفاده میشد برای اینکه این افراد جابجا بشن، کشته بشن، به هر حال امکان نداره که ایشون ندونن و نتونن و بخوان جلوشو بگیرن و نتونن، برای اینکه روابط ایشون با آیت الله خمینی به خصوص خوب بود و نزدیک بودن. اینی که درسته، حالا اینی که چرا هیچ کس هیچی نگفته چند دلیل داره، ولی فکر میکنم یکی از دلایل
اصلیش این هست که این جنایت به هیچ وجه قابل توجیه نیست. در هیچ دادگاه صالحی این جنایت قابل توجیه نیست. و بنابراین مصلحت نظام همونطور که ما دیدیم در طول دهه ها سکوت برای مصلحت نظام، به نظر من این هم سکوت برای مصلحت نظامه، چون هیچ توجیهی برای این جنایت نیست. هیچ. بله. من اجازه میخوام اینجا یه اشاره بکنیم به بعضی از عباراتی که در گزارش استفاده شده، برای اینکه گزارش این اتفاق رو یک جنایت دنبالدار خونده و بعد از عبارت اعدام‌های فراقانونی و همینطور ناپدید شدگان قهری استفاده کرده که بعضی‌ها گفتند که ممکن است اشکالاتی به این شیوه وارد باشه. مثلا در مورد روند غیرقانونی فراقانونی میگن که اصلا هیچ روندی در این سال‌هایی که با جمهوری اسلامی با مخالفانش برخورد می‌کرد و نمیشه قانونی نامید، و همینطور در مورد ناپدید شدگان هم اعتراضاتی دارن. من پیشتر با خانم رها بحرینی از نویسندگان این گزارش سازمان عفو بین‌الملل صحبت کردم، پاسخ او رو بشنویم. گزارش عفو بین‌الملل مقامات ایرانی را متهم به ارتکاب ادامه دار جنایت علیه بشریت کرده، و زمانی که ما از جنایت علیه بشریت صحبت می‌کنیم باید مشخص بکنیم که چه جرم‌های تعریف شده‌ای در قانون کیفری بین‌المللی به صورت گسترده یا نظام‌مند صورت گرفته. دو نوع جرمی که در این گزارش روی اون دست گذاشته شده، جرم اعدام فراقضایی یا به زبان ساده تر قتل و جرم ناپدید کردن قهری، اینها مفاهیم شناخته شده در قانون کیفری بین المللی هستند. و اگر من بخوام از هر کدوم تعریف خلاصه‌ای بدم، اعدام فراقضایی به کشتنی گفته میشه، به قتلی گفته میشه که بدون طی شدن هیچ گونه از مراحل دادرسی شناخته شده مثل محاکمه تجدید نظر، استیناف، صورت بگیره به دستور نیروهای حکومتی. شناسایی یک اعدام به عنوان قتل یا اعدام فراقضایی به معنی مهر تایید گذاشتن روی باقی اعدام هایی که با صدور حکم قضایی صورت میگیره نیست. عفو بین الملل بیش از 50 ساله که برای لغو مجازات اعدام تلاش کرده و از بعد و انقلاب بارها و بارها اعلام کرده که تمام روندهای دادرسی در ایران با اصول دادرسی منصفانه فاصله چشمگیری دارند. اما وقتی که شما یک اعدام رو به عنوان اعدام فراقضایی شناسایی میکنین، در واقع اعلام میکنین که علاوه بر نقض حقوق بشر، تحت قوانین کیفری بین المللی یک جرم هم صورت گرفته. در مورد ناپدید کردن قهری بهتره که ما بگیم ناپدید کردن قهری به جای ناپدید شدگان یا ناپدید شدن، چون که نوک اعتراض اینجا به رفتار حکومتیه که برای 3 دهه در مورد سرنوشت قربانیان و محل دفن اونها پنهان کاری کرده. یعنی ابتدا ارتباط زندانی رو با دنیای بیرون قطع کرده، ماها خانواده رو در بی‌اطلاعی قرار داده، بعد اعدام رو مخفیانه انجام داده و بعد اجساد رو در گورهای جمعی پنهان کرده و تا به امروز حتی همین بقایای اجساد در گورهای جمعی هم تاب نمیاره و داره اونها رو در واقع نابود میکنه. مجموعه این پنهانکاری در مورد سرنوشت افراد تحت عنوان جرم ناپدید کردن قهری شناسایی شده، و علاوه بر اینکه این یک مفهوم حقوقیه، در واقع میتونه اون تلاش حکومت برای از بین بردن هر گونه نام، خاطره و آثاری از قربانی رو به خوبی نشون بده. اهمیت دیگه حقوقی شناسایی آنچه صورت گرفته و تا به امروز داره صورت میگیره به عنوان ناپدید کردن قهری اینه که ناپدید کردن قهری یک جرم ادامه داره. یعنی تا زمانی که مقامات یک کشور سرنوشت رو روشن نکنن، گواهی فوت برای تک تک قربانیان صادر نکنن، اسامی اونها رو در دفترهای مردگان به عنوان اعدام شدگان ثبت نکنن، بقایای اجساد رو شناسایی نکنن و به خانواده ها برنگردونن، ما با یک جرم ادامه دار روبرویم. این جرم نظاممند و گسترده است و از این جهت جنایت ادامه دار علیه بشریت. شنیدی صحبت های خانم بحرینی رو. آقای بهکیش، همین بحث که این یک جنایت ادامه دار بوده خیلی مسئله مهمی است که در این گزارش مطرح شده، و بحث دیگه شیوه برخورد مقام‌های جمهوری اسلامی بعد از این اتفاق، اینکه بعدش چه کردن. به نظر شما آقای بهکیش چه میتونستن بکنن با توجه به اینکه همیشه همونطور که گفته شده به نظر میاد که اونها آنچه که به عنوان مصلحت نظام در نظر میگرفتند رو ارجحیت میدادند به اغلب مسائل دیگه، به جز مثلا حالا یک نمونه که آیت الله منتظری بوده و اعتراض کرده؟
بله، من قبل از اون که به این سوال شما بپردازم یک نکته رو اشاره بکنم. ما یک نامه شکایت نامه‌ای داریم که در پنجم دی ماه 67 یعنی حدود یک ماه بعد از اینکه خبر اعدام ها رو به ما دادن، این شکایت نامه رو تنظیم کردیم. من هم یکی از نویسندگان این شکایت نامه بودم و ما در اونجا 6 تا خواسته داریم. این خواسته‌ها به نظر من بسیار جالب هست. من این خواسته‌ها رو می‌خونم. حتما. نوشتیم تاریخ محاکمه، مدتی که محکمه مشغول بررسی پرونده هر یک از قربانیان بوده، دلیل محاکمه دوباره و محل محاکمه برای تک تک قربانیان اعلام گردد. محل دفن و تاریخ اعدام کلیه قربانیان را به خانواده‌های آنان اطلاع دهید. وصیت‌نامه‌های قربانیان را به خانواده‌های آنان مسترد کنید. تعداد و اسامی اعدام شدگان را اعلام نمایید. این 4 مورد. مورد پنجم، به دلیل اینکه این اقدام ناقض صریح اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی و اعلامیه جهانی حقوق بشر است، ما علیه مسئولین این فاجعه دردناک اعلام جرم می‌کنیم و خواهان آن هستیم که اینان بازداشت و در یک محکمه علنی محاکمه گردند. صحیح. اگر من و دیگرانی که در نوشتن این نامه سهیم بودیم، با حقوق بین الملل آشنا بودیم، حتما اون 4 مورد اول رو میگذاشتیم که این تمام مشخصاتی هستش که ناپدید کردن قهری داره شامل میتونه شاملش بشه. یعنی ما داریم تعریف میکنیم که سرنوشت این آدم ها کاملا نامعلوم هستش. ما بدون اینکه آشنا باشیم داریم از همون تعریف استفاده میکنیم. یعنی نکته ای که میخوام بگم، و بعد سالها بعده که من یک مقاله در سال 1391 نوشتم و وقتی رفتم به این کنوانسیون ها رو خوندم و نگاه کردم و دیدم که بله، ما میتونیم همه اون چیزهایی که ما میگیم با مشخصات یک کسی که از طرف نیروهای دولتی ناپدید شده همخوان هستش. به همین دلیل اینها رو به حساب تأکید کرد. و اون مورد پنجم دقیقاً به این اشاره داریم میکنیم که این داره به اصطلاح در خارج از مجرای قانونی داره انجام میشه و میتونستیم از این به اصطلاح غیر قضایی یا فرا قضایی یا فرا قانونی افراد مختلف به اشکال مختلف این رو استفاده کردن. این نکته ای که به حساب میخواستم اشاره بکنم که ما این چیزهایی که داریم میگیم، این چیزها سابقه بسیار طولانی داره. فقط ما اینا رو همین هست قضیه آقای بهکش. معذرت میخوام صحبتتون قطع کنم. آیا این نامه شما اصلا در مقام های جمهوری اسلامی یا نهادهای بین المللی چه تأثیری گذاشت؟ آیا اونها رو به پاسخی حداقل به خانواده ها وادار کرد؟ نه خیلی. ببینید، اصلا نکته به نظر من نکته مهمی اشاره میکنه. ببینید، حتی آیت الله منتظری هم حاضر نشدن که به خاطر مصلحت نظام سکوت رو بشکنن. آقای منتظری توی نوار صحبتی که دارن ذکر میکنن، میگن که اگه به خاطر شخص امام و انقلاب نبود، نامم را پخش میکردم. میدونید چقدر به نفع دشمنان بود؟ نگیری میگه آره، خیلی تبعات ناگواری داشت. آیت الله منتظری به طور پنهان شاید تنها کسی باشن، غیر از یک مورد دیگه که خود ایشون اشاره میکنن، تنها کسی باشن که به طور پنهان به این کشتار اعتراض میکنن. ولیکن مادر من در طول اون زمانی که ملاقات ها قطع بوده، به همراه مادران دیگه 2 بار به دفتر آقای منتظری رفتن و در اون زمان هیچ اطلاعی به اینها ندادن که دارن بچه هاتون رو میکشن. ما اون زمان برادران من در زندان گوهردشت بودن و بین خانواده ها این صحبت بود که دارن میکشن. ملت باور نمیکردن، میخواستن اونجا تحسن بکنن، ولی که به دلیل اینکه خانواده ها باور نمیکردن که چنین جنایت هولناکی چیز میشه، از ایده تحسن در مقابل زندان گوهردشت استقبالی نشد. میخوام بگم که این سکوت از همون لحظه اول تمام مقامات بدون استثنا، یعنی آیت الله منتظری هم به این سکوت در پابلیک اسپی، در فضای عمومی وفادار باقی موندن. این یکی از مهمترین مشخصات، یعنی بنابراین بوده که این جنایت در سکوت در فضای عمومی برگزار بشه. این جنایت از بسیاری از مسئولین هم پنهان نگه داشته شد، ولیکن تمام این مسئولین زمانی هم که مطلع شدن، دقیقاً با همون چیزی که آقای منتظری میگن که من این نامم را پخش نمی کنم و نکردم، به همین دلیل یا دلایل دیگه‌ای که من ازش اطلاع ندارم،
این به هیچ واکنشی نشون ندادن و اون جسارت و به حساب صداقتی هم که آقای آیت الله منتظری داشتن رو نداشتن و حتی کسانی مثل علی خامنه‌ای که به آقای منتظری مراجعه میکنه و به اعدام چپ‌ها اعتراض میکنه بعداً خودش میشه جزو کسانی که از این جنایت دفاع میکنه و توجیهگر این جنایت میشه. به همین دلیل مقامات کمابیش به تدریج آگاه میشن، اطلاع پیدا کردن از این در همون دوره 37-8 روزه‌ای که این اعدام‌ها در جریان بوده، ولی کن تمام اینها سکوت به اختیار کردن و بسیاری از اونها به توجیهگر این جنایت تبدیل شدن. پس طبیعی بود که به هیچ کدوم از خواسته های ما پاسخ ندن. ما در پنجم دی ماه که در مقابل کاخ دادگستری تجمع کردیم، پلیس و نیروهای امنیتی حمله کردند، خانواده ها رو پراکنده کردند و اجازه ندادند که این شکایت ثبت بشه و ما بلافاصله اون شکایت رو برای خارج کشور ارسال کردیم برای اینکه به طور عمومی منتشر بشه و این متوجه باشن جامعه جهانی که این جنایت اتفاق افتاده و خانواده ها این خواسته رو دارن. خانم برومن، به عنوان آخرین سوال برای جمع‌بندی از شما میخوام بپرسم، شما سال هاست که برای جمع‌آوری این اطلاعات فعالیت میکنید، الان امکانات بیشتری فراهم شده، مردم بیشتری به اینترنت دسترسی دارن در نقاط دورافتاده تر، راه تماس، راه ارتباط برای اینجور اطلاعات چی هست؟ آیا شیوهی هست برای اینکه کسانی که قربانی دارند با شما و نهادهای مرتبط با شما تماس بگیرن؟ بله حتما شیوهی هست. ما یادبود امید امکان میده به افراد که تکمیل بکنن اسامی رو، تکمیل بکنن سرگذشته عزیزانشون رو و ما در از سال 2006 که این بانک داده هامون رو پابلیک کردیم و منتشر کردیم تا به حال بیش از 4000 نفر برای ما اطلاعات فرستادن در مورد اعدام های دوران مختلف، نزدیکان، دوستان، هم مدرسه‌ای، هم زندان، هم بند. بنابراین دائما ما این لیست ها رو تکمیل میکنیم و مسئله و من سریع بگم مسئله این تعداد باز یادآوری میکنه وظیفه مسئولین فعلی رو. آقای رابرتسون در اون زمان، ما یک سمپوزیومی در دانشگاه آکسفورد داشتیم، اشاره کردن به مشکل خانواده ها و وظیفه دولت ها. هر کسی که سر کار هست هر زمانی وظیفه داره که این حقیقت رو روشن کنه و ما به عنوان شهروند بغض و تشویش و احساس مسئولیتی که هزاران خانواده برای از دست رفتن عزیزانشون و افرادی که همبندانشون رو از دست دادن یا دوستانشون رو از دست دادن، فشار بر وجدان اینها چنان زیاد بود که ما احساس وظیفه کردیم که این داستان رو زنده نگه داریم. متاسفانه وقت ما خیلی محدود است. ممنونم که در این بحث شرکت کردید. رویا برومند و جعفر بهکیش، متشکرم از هر دوی شما و ممنونم از شما که با این برنامه همراه بودید. برنامه بعدی ما روز پنجشنبه. شب روز نخوش. We'll be right back.